کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک با صدور اطلاعیه‌ای از تداوم بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران در آستانه برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان ابراز نگرانی کرده است. در این اطلاعیه با اشاره به بازداشت فرزاد پورمرادی، میثم محمدی و توقیف روزنامه بهار در روزهای اخیر آمده است که این برخوردها نشانگر تلاش‌های حکومت ایران برای ایجاد محدودیت بیشتر بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل هست. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین اتریش، به بخش فارسی صدای آمریکا میگوید که سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران در روزهای پیش از برگزاری دوره‌های پیشین انتخابات نیز وجود داشته است. در سال‌های گذشته ما همیشه شاهد بودیم که در آستانه انتخابات به خصوص نشریاتی یا رسانه‌هایی که بیشتر منتقد بودند، اینها مورد سانسور بیشتر قرار می‌گرفتند، یا اینکه اگر که تن نمی‌دادن به سانسور بسته می‌شدن. الان مواجه هستیم با روزنامه بهار که بسته شده. روزنامه نگارانی که یه مقدار آزادانه‌تر مسائل رو مطرح می‌کردند دستگیر می‌شدن. خب در می‌دونیم که آقای برافرض آقای عیسی سحرخیز بسیار روزنامه نگار فعالی هستند، ایشون خب بینش سیاسی جا افتاده پخته ای رو دارند و همواره در ارتباط با مسائل مهمی که در مملکت میگذره مثل انتخابات موضع گیری میکردند. بنابراین در این ارتباط خیلی متاسفانه در شرایط کنونی جای تعجبی رو نداره که بسیاری از روزنامه نگاران مورد فشار و به هر حال سرکوب و حتی دستگیری و زندان قرار بگیرن. ما به هر حال شاهد هستیم که در نقاط مختلف کشور چنین وضعیتی هست. نشریات مختلفی هستند. آقای احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، ایشون دستگیر شدن. آفرین چیتساز از ستون نویس روزنامه ایران دستگیر شده. آقای سامان ظفرزایی که همکار نشریه اندیشه پویا بودن دستگیر شدن. آقای فرزاد پورمرادی که در کرمانشاه فعال بودن. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران پیشتر در گزارش سالانه خود نوشته بود که ایران با 19 روزنامه‌نگار و خبرنگار زندانی در سال 2015 میلادی سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان بوده است.